همونطور که در خبرها پیشتر شنیدید، امروز 7 مقام ارشد فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در زوریخ توسط پلیس سوئیس بازداشت شدند. حکم جلب این افراد به درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده و به اتهام فساد و قبول رشوه توسط دادگاهی در شرق نیویورک صادر شد. بازداشت این افراد در حالی صورت گرفت که مقام‌های فیفا در زوریخ گرد هم آمدند تا در آستانه 65مین کنگره فیفا در طی 2 روز آینده رئیس آینده فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا را انتخاب کنند. مسعود ملک گزارش می‌دهد. بازداشت‌ها صبح چهارشنبه به وقت محلی در زوریخ صورت گرفت. وزارت دادگستری آمریکا از طریق دادگاهی در نیویورک و در پی سال‌ها تحقیق برای بیش از 10 مقام فیفا به اتهام فساد حکم جلب صادر کرده است. The 47 count indictment against these individuals includes charges of racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies spanning 2 decades. به طور خلاصه این افراد از طریق سازمان‌های مطبوعشان و با توسل به فساد تصمیم می‌گرفتند که چه کسی حق پخش مسابقات را دارد، مسابقات در کجا برگزار شود و مدیران سازمانی که بر فوتبال جهان نظارت دارند چه کسانی باشند. به گفته لورتا لینچ وزیر دادگستری آمریکا، میزان درآمد شبکه فساد فیفا بر بیش از 150 میلیون دلار بالغ می‌شود. Through these organizations engaged in bribery to 47 اتهامی که علیه این افراد مطرح شده شامل رشوه‌خواری، تخلف مالی و پولشویی است که برای دو دهه تداوم داشته است. فیفا و سازمان‌های محلی زیر نظارتش در ازای دریافت پول حق پخش تبلیغات ورزشی را به سازمان‌های زیر دستش واگذار می‌کرده و آنها هم به نوبه خود در ازای فروش حق پخش آگهی‌های ورزشی به اسپانسرها و شبکه‌های تلویزیونی پول‌های هنگفتی به جیب زده‌اند. با این وجود مقام‌های فیفا که برای انتخاب رئیس بعدی آن در زوریخ گرد آمده‌اند این بازداشت‌ها را مثبت ارزیابی کردند. والتر د گرگوریو رئیس ارتباطات فیفا در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت این تحول مثبتی برای فیفا است. This for FIFA is good. It's not good in terms of image. این برای فیفا خوب است، نه برای وجهش و نه برای اعتبارش. از نظر پاکسازی خوب است، برای تلاش‌های 4 سال اخیر ما در راستای انجام اصلاحات خوب است. برای سپ بلاتر رئیس کنونی فدراسیون بین‌المللی فوتبال که خود را برای یک دوره دیگر ریاست فیفا نامزد کرده حکم جلبی صادر نشده است. با این حال بازداشت مقام‌های ارشد فیفا جامعه فوتبال را در حیرت فرو برده است. فردریک تیریز رئیس لیگ فوتبال فرانسه میگوید این به وجهه فوتبال در سراسر جهان لطمه زده است. من هم مثل همه جهان امروز صبح دچار حیرت شدم. مهمتر از اون از این اندوهگینم که وجهه فوتبال از بین رفت. میدونید که مبارزه با فساد در فوتبال برای من خیلی مهمه، همونطور که از پرونده اخیر گاوبندی ها در نیمس نشون میده. اگر ثابت بشه که تصمیم گیری های مختلف در سایه فساد و دریافت رشوه انجام شده، این خیلی جدیه و من از پلیس و دستگاه قضایی میخوام این ماجرا رو تا آخرش پیگیری بکنن. دادستانان فدرال سوئیس در پرونده جداگانه تحقیقاتی را علیه گروهی از افراد مظنون به سوء مدیریت در فیفا و پولشویی در ارتباط با انتخاب محل برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی در سالهای 2018 و 2022 میلادی در روسیه و قطر آغاز کردند. در آستانه 65مین کنگره فیفا و انتخابات رئیس فیفا و کمیته اجرایی، این دستگیری‌ها به غیر از میزبانی قطر و روسیه در دو جام جهانی 2018 و 2022 انتخابات فیفا رو هم تحت شعاع قرار داد. در خبر جدیدی که منتشر شده اسامی افراد متهم، این چهره‌ای که مشاهده می‌کنید جفری وب رئیس کونکاکاف و فدراسیون فوتبال جزایر کایمن از متهمان ردیف اول هست، همچنین نیکولاس لیوز آلمریون از پاراگوئه که 6 دوره رئیس کانمبول یا کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی بوده طی سالهای 86 تا 2013، همچنین انگینو فیگوئردو از اوروگوئه فوتبالیست سابق و رئیس فدراسیون اوروگوئه طی سالهای 97 تا 2013، همچنین ادواردو لی از کاستاریکان چهره سمت چپ که مشاهده میکنید عضو کمیته اجرایی فیفا و کونکاکاف، و همچنین رافائل اسکیل عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی چهرهش رو مشاهده میکنید که در کانمبول در واقع در کمیته اجرایی خدمت میکرده، و همچنین
تصاویر دیگه از حوض ماریا مارین و همچنین جک وارنر که البته تصویرش رو مشاهده نخواهید کرد، قبلا از کشور ترینیداد و توباگو عضو سابق کمیته اجرایی فیفا بود، نایب رئیس فیفا بود تا سال 2011 و ایشون هم سال 2011 استعفا داد به دلیل همین فساد و تبانی. اما بریم به ایران. مزایده چهارم باشگاه های استقلال و پرسپولیس هم بی نتیجه ماند. سازمان خصوصی سازی امروز اعلام کرد که اهلیت هر چهار خریدار استقلال و پرسپولیس رد شد و سرخابی ها همچنان زیر نظر وزارت ورزش خواهند ماند. قرار بود تا پایان تیر ماه سال جاری بر اساس مصوبه هیئت واگذاری وضعیت مالکیت دو باشگاه سرخابی مشخص بشه. بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی تا پایان فصل نقل و انتقالات باشگاه ها، یعنی تا دو ماه آینده، موضوع خصوصی سازی منتفی است و با تصمیم هیئت عالی واگذاری در مورد شیوه و نحوه واگذاری سرخابی ها بار دیگه تصمیم گیری خواهد شد. اما یکی از این دو باشگاه یعنی پرسپولیس با لیگ قهرمانان آسیا وداع کرد. در دور برگشت مرحله یکم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دیشب پرسپولیس 3-0 مغلوب الهلال عربستان میزبان خود شد. در این دور که در ورزشگاه ملک فهد ریاض و به قضاوت والنتین کوالنکوی ازبکستانی برگزار شد، میزبان از همان دقیقه ابتدا تیم برتر میدان بود و در دقیقه 29 توسط این چهره که مشاهده می‌کنید یوسف سالم به گل رسید. در نیمه دوم در دقیقه 57 داور مسابقه خطای هند نور محمدی رو در محوطه جریمه با خطای پنالتی جریمه کرد که محمد شلحوب پشت تو بیستاد و اون رو به گل دوم تیم نایب قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا تبدیل کرد. در حالی که پرسپولیس برای دستیابی به یک گل و صعود به دور بعد دست به حملات گسترده‌ای زده بود، در دقیقه پایانی این دیدان عبدالعزیز دوساری در دقیقه 92 تیر خلاص رو بر پیکر سرخپوشان پایتخت ایران شلیک کرد. مهدی طارمی هم پس از اون گل در دقیقه 93 با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا پرسپولیس این دیدار رو 10 نفره به پایان برسونه با لیگ قهرمانان آسیا وداع کنه. محمود ابراهیم‌زاده کارشناس فوتبال و پیشکسوت این رشته با من در استودیو. آقای ابراهیم‌زاده، شما دیدار پرسپولیس و الهلال رو چگونه ارزیابی میکنید؟ پرسپولیسی که دچار حاشیه‌هایی بود در هفته‌های گذشته و امید داشت با توجه به اون یک گلی که در ورزشگاه آزادی زده با یک تساوی هم صعود بکنه، اما اتفاق نیفتاد. منم سلام دارم خدمت شما و بیننده‌های برنامه‌های شما. آقای مادی، من بازی رو که نگاه کردم میتونستی ببینی که مقدار بی‌تفاوتی و سردرگمی بازیکنان پرسپولیس میشد مشاهده بکنیم و اینم من بیشتر فکر میکنم به دلیل مشکلات روحی روانیه که فرزندان یک خانواده هنوز در کشاکش این هستن که پیدا بکنن ببینن چه کسی پدر این خانواده هست و با توجه به مسائلی که براشون برای تمرینات قبل از مسابقه شون وجود اومده نمیشه بیشتر از اینم توقع داشت ازش در برابر تیمی مثل عربستان که چه به لحاظ مدیریت باشگاهش فعلا در جای راحتی هست و داره خوب کار میکنن و هم به لحاظ فوتبالی مقدار کارشون خیلی بهتر از کار پرسپولیس. به حال آقای برانکو ایوانکوویچ هم بعد از این دیدار گفت تیم من قهرمانانه بازی کرد ولی تیم الهلال بهتر از من بود و نتیجه را هم گرفت. خب این بالاخره هیچ کس نمیاد بگه که تیم من بد بازی کرد، مخصوصا به دلیل مشکلات روحی روانی که بازیکن‌ها دارن. فقط یه تسلی خاطر برای بازیکن‌ها، وگرنه ما می‌دونیم که به لحاظ فوتبالی تیم عربستان به مراتب بهتر از پرسپولیس بازی کرد. موضوع خصوصی‌سازی همین تیم پرسپولیس استقلال هم همونطور که شنیدید منتفی شد. فعلا به نظر شما این تیم پرسپولیس و استقلال از این بابت که سرخابی ها نتونستن مالک خصوصی یا نیمه دولتی پیدا بکنن متضرر میشن در این فصل، یا اینکه بهتر شد که این اتفاق نیفتاد؟ ببینید، هم آره است هم نه، هم خوبه هم بد، و ولی ما نمیدونیم کدومشو بگیم، بگیم آیا خوبه یا بگیم بده. در هر صورت این چه جهت خوبه؟ از چه جهت خوب شد که حداقل چیز اینا کسانی که میخواستن انتخاب کنن این آقایون رو، خریدار رو انتخاب بکنن، همه چیز رو در نظر داشتن مگر یک چیز که آیا از این آقایون پرسیده بودن که برنامه 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله آینده این باشگاه چیه، چه برنامه‌ای برای این خریدن این باشگاه دارن. و متاسفانه کسی توجه نداشت به این که این تیم استقلال و پرسپولیس بخشی از فرهنگ ورزشی و به خصوص فوتبال مردم ما شده. یعنی پرسپولیس استقلال رو نمیتونیم از فرهنگ مردم، از وجود باطنی مردم جداش بکنیم. این یه ماشین نیست امروز بخریمش 10 سال دیگه 4 سال دیگه بفروشیمش. فرض کن فلان آقا این باشگاه رو خرید، شرکت‌های خریدن باشگاه رو، ولی یه اتفاقی براشون اومد، ورشکسته مالی شدن، اقتصادی
مشکل پیدا کردن، یا به لحاظ سلامتی یکیشون مرد، یا یکی به همین مشکلاتی که داشتیم دستگیر شد و فلان شد، تکلیف این باشگاه میشه، به پسر میرسه، به دخترش میرسه، صاحب باشگاه است دیگه. و متاسفانه از این نظر خوب شد که فروخته نشد. و تا قسمت بعدش چیه؟ قسمت بعدش هم اینه که باز همون آش همون کاسه است. و متاسفانه ما اگر بیان کل مردم هواداران فوتبال ایران رو در یک دایره، نمیخوام بگم سیاسی، ولی اگر در یک دایره ورزشی بذاریم و این روند کار خصوصی سازی رو از صفر شروع کنیم، از یک نقطه این دایره شروع بکنیم و منتها علیهش که رسیدیم باز به صفر ختم شد و در واقع این مردمی که در وسط این دایره قرار داشتن دور زده شدن و این کار بد بود. صحیح. به حال مسئله خصوصی سازی فعلا منتفی شده، مسئله اجارهش هم پرسش شده، در موردش مطرح شده که این باشگاه رو، دو تا باشگاه رو به صورت مدت‌دار اجاره بدن و حالا شاید اینها همش مانورهای تبلیغاتی باشه. اما 135 نماینده مجلس طرح دو فوریتی بودن، نامه‌ای نوشتن و درخواست کردن از رئیس جمهور و این هیئت سه نفره شورای عالی واگذاری وزرای ورزش، دادگستری و اقتصاد که این اتفاق نیفته و این در واقع خصوصی نشه فعلا. ببینید آیه امادی، این کار به جایی کشیده شده که مردم مجبور شدن بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنن و هیچ راه دیگه نیست. الان تو دو ماه دیگه مونده، اینا چه زمانی دارن که بخوان هیئت مدیره جدید، بالاخره کسی که میخواد بخره باید کلی کارا رو انجام، همه چیز باید از نو بسازن. مهمترین کار چیه به نظر شما؟ پیشنهاد شما برای دستندرکاران وزارت ورزش، کمک دولت به این دو باشگاه که فعلا حداقل تمام مخارج و امکانات رو در اختیارشون بذارن تو دو سال تا یک سال آینده که بدونم تکلیف این چی میشه، تکلیف بالاخره خریدار درست حسابی با برنامه ریزی صحیح برای مردم، چون این بخشی از مالکیت ملی ایرانه، این بخش ملی مردم ایران هست و نمیشه گفتش که دولتیه که بتونن اینا رو بفروشن. این متعلق به مردمه و دولت در واقع امین مردمه. این بخش رو نباید همین جور بی محابا بفروشتش و به عنوان یک کالا ردش کنه بره. نه، این باید در ورزش ایران باشه، باید در فوتبال ایران باشه، در دل مردم هست و مردم در بخشی از این جریان هستن. تیم نفت هم تا ساعت دیگه بازی داره با الاهلی، اما آخرین نماینده ایران هست. اما موضوعی که اتفاق افتاد و جهان ورزش رو و سیاست رو شوکه کرد این مسئله دستگیری ها بود، فساد در فوتبال، که دقیقاً یک روز قبل از برگزاری 65مین کنگره فیفا در سوئیس اتفاق افتاد. نظر شما به عنوان یک فوتبالیست که جزء خانواده فوتبال خودتون رو میدونید چی هست در این اتفاق؟ ببینید آیه مادی، در اروپا بالاخره امروز در مافیای فوتبال همه جا هست، کراپشن در همه جا هست، در همه فدراسیون ها وجود داره، فساد تبانی هست، کم زیاد اینور اونور. و مسئله فیفا الان یک چیز ماورای هر مسئله دیگه شده. فیفا تنها ارگانیزیشن و تنها NGO خصوصی بوده که هیچ وقت تحت بازیچه، در واقع بازیچه دست ابرقدرت ها نشده. حتی سازمان ملل متحد نمیتونست به فیفا بگه آقا مثلا به دلیلی که بعضی از کشورها با فلان کشور در جنگ هستن، ما نمیخوایم اون کشور شرکت کنه در جام جهانی یا در جام ملت ها یا در جام هر چیز المپیک. خب فیفا تنها ارگانیزیشن بود که زیر بار این مسئله نمیرفت. خب طبیعتاً ابرقدرت‌ها ناراحتن از اینکه دسترسی ندارن، نمیتونن اعمال بکنن قدرتشون رو. میان چیکار میکنن؟ میان اینو یواش یواش میخوان از بینش ببرن، نه اینکه از بین ببرن، میخوان نیروهای خودشون جایگزین بکنن. من از کراپشن فیفا دفاع نمیکنم. فساد تبعی وجود داره در هست، این ور اون ور هست و اینم نیستش که بگیم مثلا رئیس فیفا خبر نداره، همچین چیزی نیست. فیفا کارای خوب کرده آیه پلاتر. خب اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که آیه پلاتر سالی که اومد چیز شد، رئیس فیفا شد، درآمد سالیان فیفا چیزی حدود 100 میلیون دلار بوده و امروز 2014 درآمد سالیان فیفا 5800 نزدیک 5 میلیارد و 800 میلیون تومان، یه چیزی حدود نزدیک 6 میلیارد تومان شده. ترنور گردش مالی سال شده. مالی سالش خب. هست در واقع. میاد چیکار کرده؟ 72% از این پولو پلاتر اومده چیکار از طریق فیفا خرج پروژه های کشورهای جهان سوم و کشورهای عقب افتاده، به خاطر همین است که رأی میاره، به خاطر همین است که در کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی، کشورهای آسیایی بهش رأی میدن و رأی میاره. اینا نمیتونن پلاتر رو استاپ بکنن، نمیتونن از بینش ببرن. میگن چیکار بکنن؟ میگن خب ما تنها راش اینه که بیایم دخالت کنیم رو اون کار. مثلا آقا
چرا باید مثلا در قطر جام جهانی برقرار شه یا روسیه؟ آیا این درگیری ها و این تصمیم گیری ها هیچ ربطی به این مشکلات روسیه و متاسفانه فرصت نیست در بیشتر در این مورد گفتگو کنم. با سپاس از اینکه تو این برنامه شرکت کردید و نظرات خودتون رو گفتید.